بارتان سخن نگفت، سرفراز زمستان شکست و رفت. بارتان سالاخانیان، مبارز ارمنی، یکی از نخستین شهیدانی بود که پس از کودتای ضد ملی 28 مرداد 1332 در برابر رژیم شاه و کودتاچیان به پا خواست. او که با تفکرات سیاسی و به خصوص تفکرات سوسیالیستی آشنا بود، با ورود به مبارزه مخفی و حرفه‌ای علیه شاه، دست به انتشار نشریه رزم و پخش آن در سطح وسیع جامعه زد. دستگاه پلیسی شاه کشف و نابود کردن چاپخانه نشریه رزم را در اولویت تمام فعالیت‌هایش قرار داده بود تا اینکه در غروب ششم اردیبهشت سال 1333 در دروازه دولت تهران، مأمورین شاه به طور اتفاقی به اتومبیلی که وارتان و همرزمش کوچک شوشتری در آن بودند ایستاده و هر دو را به جرم فروش نشریه دستگیر کردند. وارتان به سرعت به فرمانداری نظامی انتقال داده شد و برای گرفتن اطلاعات تحت بازجویی و شکنجه های قرون وسطایی قرار گرفت. شکنجهگران شاه با ضرب و شتم و زجر و آزار و تحقیر و توهین در صدد شکستن صلابت جسمی و روحی او بودند. وارتان اما هرگز سخن نگفت و با مژده شکست زمستان گل داد و رفت و در راه آرمان آزادی مردمش جان باخت. لشخیمان شاه پیکر مسله شده وارتان را به رودخانه جاجرود انداختند تا جنایت را کتمان کنند. اما جاجرود وارتان را فرو نبلعید و به خلقی که این قهرمان به خاطر آنان سر باخته بود باز پس داد.